سلام، پدرام هستم از کانال فریاب و دوره آموزشی مقدمات نرم افزار مطلب برای محاسبات عددی. توی قسمت 20 میخوایم به رسم نمودارهای دو بعدی بپردازیم. ما قبلا به دستور پلات پرداخته بودیم، یه سری رسما رو من انجام دادم، ولی خب قرار شد توی جلسه مجزا تنظیماتی که مربوط به پلات میشه، کاری که میخوایم انجام بدیم و این چیزا رو همه رو بگم. من اول میام یه بردار تشکیل میدم، x مثلا از صفر با گام یک دهم بیاد تا ده، بعد مثلا ایگری هم باشه سینوس ایکس، ایگری یک بذارم اینو و ایگری دو رو بذارم مثلا کوسینوس ایکس. خب این از برداره. حالا من میخوام اینا رو رسم کنم. ما با دستور پلات میومدیم ایکس و ایگرگ یک رو رسم میکردیم. خب ببینید، من اینو رام میگیرم، بعد مثلا بیام اینو ایگرگ دو کنم، رام بگیرم، اون قبلی رو نمیبنده، میاد عوضش میکنه. فقط برای اینکه برنامه وقتی شروع میشه هر نمودار دیگه باز هست ببنده، هر چیزی که تو این دست از نمودار و شکل و اینا باز هست ببندتش، ما اول برنامه میمین کلوز آلم اضافه میکنیم. پس اول هر برنامه این سه خط رو می نویسیم از این به بعد دیگه. من گفته بودم اگه بخوایم یک دو تا نمودار رو تو یک قاب بکشیم، کافیه به ترتیب دامنه و بردشون رو بنویسیم و این دو تا نمودار رو واسه ما رسم کنیم. حالا یک روش دیگه هم واسه این کار وجود داره. من از hold on استفاده میکنم. دستور hold on من باش میتونم، الان این پلات هست، یه پلات دیگه x و y دو رو بیارم، دوتا رو هم بس میگم. اگه hold on نبود چه اتفاقی میافتاد؟ من اینو کامنت کنم، میاد دومی رو میکشه. حالا من اگه بخوام هر کدوم از این نمودارها رو تو یک قاب رسم کنم چیکار باید کنم؟ میام از دستور فیگور استفاده میکنیم. فیگور رو وقتی میزنیم میاد قبل از هر نمودار فیگور رو ما بزنیم، میاد اینا رو به صورت جدا تو دو تا رسم جدا اونا به ما میده. حالا فیگور چی هست؟ دستور فیگور، بذارید من یه بار اینا اجرا کنم خود فیگور رو. یه پنجره به این شکل باز میکنه، بعد دستور فیگور رو یه پلات بزنید داخل این میاد اون پلاتتون رو میاره. اگه شما چند تا پلات دارید برای مثلا یک پروژه، مثلا یک پروژه 10 تا نمودار خروجی باید بگیرید، برای هر نمودار یه فیگور باید بزنید، و اگه میخواید چند تا نمودار رو روی فیگور رسم کنید از دستور هولدان استفاده میکنید. من چند تا بردار دیگه هم تشکیل بدم، ایگرکس مساویه اکسپوننشیال
یک دهم ضرب در x خب این هم داشته باشم چند تا نموده بود. مثلا من هولدانو برای نمودار اولم میارم hold on خب پلات میکنم x و y 0 ببینید نمودار اولم اومد اون اکسپوننشیل یک دهم x رو رسم کرد با همراه سینوس x، نمودار دوم که فقط کوسینوس x بود. خب خود فیگور رو میشه یه تنظیماتی روش انجام داد، مثلا اس براش گذاشت. فیگور داخل پرانتز ما اینطور می نویسیم نیم و توی آره بعدی که وارد می کنیم اسمی که دوست داریم واسه شون بذاریم، مثلا آیک اسم اینو می ذارم. خب نگاه کنید فیگور یک اسمش شده آیک، فیگور دو رو اسم نذاشتم هیچی نیورد. حالا این تنظیماتی که می تونیم برای فیگور رو انجام بدیم به طور کامل توی هلپ شما فیگور رو بزنید. عادت کنید که از هلپ مطلب حتما و حتما استفاده کنید، یعنی هر اطلاعاتی میخواید هر کاری میخواید بکنید هلپ باشه، چیزی رو حفظ نکنید، از هلپ استفاده بکنید. به راحتی براتون خیلی قشنگم نشون میده چه کاری میتونید انجام بدید. خب من فیگور رو یکی از کارهایی که میتونم انجام بدم همون داستان اسمه، اسم بذارم رو فیگورم، نیم بذارم، میجر دیتا، نامبر تایتل رو آف کنم، اون فیگور یک میره. ببینید الان مثلا من برای این نمودار خب میام اینو کپی پیست میکنم برای نمودار دوم مثلا. ببین نمودار دوم تایتل نامبرش نیومد دیگه، اون فیگور دو نیومد براش. حالا هر جا این نیم رو بزنم دوباره نیمش رو بذارم آ دو. خب اسم این شد آدو، تایتل نامبر اولی رو خاموش نکردم، آفو نزدم براش. دیگه دوباره میایم به هلپ میپردازیم ببینیم چه کارهای دیگه، چه آپشن های دیگه فیگور به ما داده. کار دیگه ای که من با فیگور میتونم انجام بدم چیه؟ علاوه نیم میتونم رنگ بکگراندش هم عوض بکنم. خب با کالر، کالر ها رنگ های مختلف داره، قرمز، سبز، آبی، به صورت شورت نیما اینا برش تعریف شده. RGB هم میتونم بهش بدم به ترتیب رد، گرین، بلو. بردار RGB هم میتونم بهش بدم، یعنی این دو حالت از من ورودی میتونه بگیره. خب مثلا برای این کالر رو میاریم، کالر و رد مثلا قرمز، این چه اتفاق میاریم؟ ببینید بکگراندش رو اون پشت رو برای من قرمز کرد. حالا من توی جلسه مجزا در مورد RGB هم صحبت میکنم چطور این رنگ رو میتونیم RGB کنیم.
بیام ببینم چه رنگ رو دیدم بر پشتش. مثلا خب حالت عادی سفیده که W مثلا این رنگ مشکی با K، زرد با Y، این حالت ارغوانی با M، آبی روشن C، آبی تیره نیلی رنگ با B، سبز روشن با G و قرمز A. میتونید از این استفاده کنید، میتونید از RGB هاش هم استفاده بکنید. حالا توی یک جلسه میگم رنگ های دلخواه هم با این RGB ها میتونید بیارید داخل مطلب. خب من اینو برمیادم مثلا وایت میذارم، سفید میذارم. خب یا به جاش بوردار RGB میتونیم بدیم برای کالر، یک 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 سفیده دیگه. ببینید پس زمینش سفید شد. کار دیگه ای که میتونیم بکنیم، الان من این رام میگم. ببینید برای یه نمودار ما میتونیم مشخص کنیم که دامنمون چیه، بردمون چیه، لیبل بذاریم براش. مثلا من برای همین نمودار دوم دو تا دستور داریم، ایکس لیبل میاد لیبل میذاره واسه ایکسمون. خب ورودیش به صورت رشته است، مثلا میدم ایکس به من بده، یا تی بر حسب ثانیه است، TS داخل پرانتز. نکنید میاد همونو اینجا چاپ میکنه، برش میگردم هم همون X، میاد اینجا X رو واسه من چاپ میکنه. ببینید برای اون یکی چاپ نکرد، تو این فیگور داریم کار انجام میدیم، این دستورات بعد از پلات نوشته میشن. Y label مثلا میذارم این چی بود، این مثلا کوسینوس X بود، Y مساوی کوسینوس X، میاد اینطوری می نویسه. حالا من میخوام چیز دیگه بنویسم، مثلا میخوام تتا بنویسم، از نماد تتا میخوام استفاده کنم، چیکار باید کنم؟ شما میاد اینجا X نکنید، برای X لیبل بود، برای راسته ایگرگ نوشتید، ایگرگ لیبل رو گذاشتید. برای مثلا نمودار سه بودی هم بزنید، زد بخواید مثلا بذارید روش لیبل بزنید، زد لیبل میذارید. خب من مثلا ایکس لیبل رو سرچ میخوام ببینم چه تنظیمات دیگه دارم برای ایکس لیبل. اگه مثلا دو تا بهش بدم اینطوری داخل گیومه بهش دو تا بدم، تو زیر هم می نویسه واسه من. خب مثلا میخوام واحدشو زیرش بنویسم، مثلا تی بود تایم بر حسب مثلا ثانیه و سکند. خب اینو اینطور قبول نمیکنه ازم. شیفت رو میگیرم، همون علامتی که براکت رو میذاشم اونو میزنم، شیفت براکت، این حالت گیومه واسه من میاره. نتیجه رو ببینیم چجور میشه، تایم سکند. این سکند رو بیارم داخل پرانتز اینجا که داخل پرانتز بیاره واسه من. حالا مثلا میخوام بزنم ایگرگ دو، دو اندر ایگرگ دو نباشه، الان دو رو بزنیم براش کار میکنه، میاد ایگرگ دو میده، خواهم بیاد پایین.
اگه با لیتک هم آشنا باشید، اینجا کاملا نوشتن ها استرینگ داخل مطلب کاملا مثل لیتکه. آندرلاین دو رو میذارم میاد پایینش اینطوری. خب مثلا اگر یه عبارت طولانی باشه، مثلا اینطوری تو بخوام بیارم ببینم این مثلا آندرلاین میکنه، نه همش فتی آندرلاین میکنه. اگه بخوام همش بیاد پایین، این تو رو میارم اینطوری داخل یومه میذارم، همش رو میاره پایین. اگه بخوام ببره بالا، از توان استفاده میکنم. مثلا همینجا اینو توان بزنم میاد بالا، اینجا میذارتش. اینو برمیگردم حالا تا آندرلاین. دیگه برای تایتل چیا میتونیم، چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ یه کار جالبی که تایتل داره، دقیقا ببینید یه جدول اینجا به ما داده. این آخر اولا که رنگای تکس رو میتونید با کالر دوباره عوض بکنید، این کالر رو میشه انجام داد. کار بعدی که میشه انجام داد، خب اینجا هم گفته مثلا اگه بخوایم سوپر اسکریپت باشه، ساب اسکریپت باشه، همینطوری زیر نوشته میشه، بالا نوشته میشه، چیزایی که گفتم بولد بشه چیکار بکنیم، دقیقا هم گفته، مثال زده چطوری بنویسیم. اینجا راهنمایی کرده. حالا ما میخوایم مثلا از نمادهای یونانی، نمادهای خاص استفاده کنیم. یه جدول اینجا آورده، وقتی ایکس لیبل رو سرچ میکنیم این جدول هستش. این جدول واسه جای دیگه تایتل رو اینم میخواید بنویسید کاربرد داره. مثلا میخوایم تتا بذاریم، خب میخوایم مثلا اینجا برای ایکس لیبلش، سلیبلش تتا بخوره. میایم از این علامت استفاده میکنیم، خیلی راحت مینویسیم تتا، کاملا مثل لیتک. یعنی لیتک اگه کار کرده باشید میکنید تتا اینجا اومد چاپ شد. حالا فونتش هم میخوایم عوض کنیم، از این کار رو میخوایم انجام بدیم. داخل هلپ کاملا توضیح داده شده که شما چطوری فونت رو عوض کنید، چطوری رنگش رو عوض کنید، نکنیم فونت نیم، چطوری چیکارا میتونیم انجام بدیم توی فونت نیم. بعد مثال هم زده این بالا و پایین هم هر دستوری بخواید استفاده کنید، مثلا مثالش گفته چطوری این کار رو انجام بدید. دستور دیگه که من بخوام بگم تایتله. تایتل چیکار میکنه؟ میاد مثلا این بالا بزرگ می نویسه که چه اتفاقی اینجا افتاده، مثلا این نمودار چی هست. میخواید بالا تایتل بزنید، میاد تایتل مثلا این هم میذارید ایگریگ مساویه کوسینوس ایکس، مثلا این هم میکنم ایگریگ، اینجا اینو میکنم ایگریگ. تو مساویه کوسینوس ایکس رام بگیرم و هم چه شکل این تایم، این ایگرگه، این هم کوسینوس ایکس، تایتل شد.
این بالا اومد. خب حالا ما میخوایم رو خود پلات یه سری تغییرات اعمال کنیم، مثلا رنگ اینا رو میخوایم عوض کنیم، میخوایم ضخامت اینا رو عوض کنیم، میخوایم استایلش رو عوض کنیم، میخوایم مثلا خط نباشه، به صورت نقطه چین باشه، به صورت پاره خط باشه، تیکه تیکه مثلا باشه، خط چین باشه مثلا، چیکار باید کنیم؟ میایم اینجا پلات رو سرچ میکنیم. پلات دو بودی اینجا کاملا برامون توضیح میده که برای هر کدوم از این کارها باید چیکار کنیم. ببینید اینطوری بخوایم نقطه چین بکنیم. برای نقطه چین کردن به این مدل میایم یه جدول این پایین داده، خب لاین استایل رو به ما داده. لاین استایل شما حالا ممکنه مارکر استفاده کنید، ممکنه خود لاین استایل رو بخواید استفاده کنید. شما کافیه بعد از اینکه پلاتو نوشتید و میذارید دوتا اپستروف مثلا توی خطچین به شما میده، این پلاتو مثلا من خطچین کردم یا خط نقطه به شما میده، خط نقطه شد، یا نقطه چین میخواید بذارید مثلا اینو گفته، نیاز به حفظ کردن نداره. میام شما هر کاری خواستید بکنید با نمودار کافیه، فقط توی هلپ سرچ کنید و به شما نشون میده. مثلا بخوام مارکرش کنم، مارکر چیه؟ مارکر میاد اون جاهایی که شما دیتا دارید و مارکر میذاره. یعنی پلات خودش چیکار میکنه؟ میاد کل نقاط و بین نقاط، نقاطی که شما ورودی دادید خط میکشه، یا میتونید استایلش رو عوض کنید، خط چین بذاره، نقطه خط بذاره، نقطه چین بذاره، یا هر چیز دیگه. مارکر رو خود نقاط، خود نقاطتون رو شما میخواید رسم کنید. اما مثلا گام هم یکم بیشتر میکنم، گام هم صدا هم میکنم، مثلا گام هم نیم کنم، فکر کنم واضح تر باشه. دوباره رام میگیرم، نه باشه من گام هم عوض میکنم، اینجاست باشه، من نیم میذارم اینو، اینجا فکر کنم واضح تر باشه. نگاه کنید اون نقاطی که ما بهش دادیم با فاصله نیم به نیم رسم کرد، بینشون خط کشید، فقط کار دیگه نکرد. مارکر نها کنید میاد اینطوری به این شکل اون دیتایی که داریم میذاره، جاش مثلا دایره میذاره، شکل میذاره. حالا من اگه بخوام مثلا مارکر داشته باشم، خط هم داشته باشم، میام مثلا به این صورت میذارم. ببینید خط رو رسم کرد، مارکر هم رسم کرد، مارکر هم دایره باشه با خط چین. خب خط چین رو گذاشت، دایره هم گذاشت. خب رنگ هم میتونم داخل همین بین این چند تا رنگ انتخاب کنم، مثلا من میخوام زردش رو. خب زرد شد، مارکراش هم زرد شدن، همه رو اینطوری زرد.
میخوام مثلا مشکی باشه. بعد از یه مدت حالا حفظ میشید اینا رو، ولی خب لازم نیست حفظ کنید، لازم ندارید، هستش اونجا، میرید نگاه میکنید، براتون راهنمایی کرده. خب اگر از کلر اینطوری استفاده کنم، میخوام فقط خطم رنگش رو عوض کنم، یعنی رنگ کلشون مثلا مشکی نشه، میخوام خطم فقط مشکی بشه، میام اینطوری از کالر استفاده میکنم و چنگی میخواستم بشه مشکی بشه. خب نجا میکنم، خطم مشکی شد، مارکرام هم حالا مشکی کرده. لاین استایل هم جداگونه اون حالت قبل رو میتونم داشته باشم، من میخوام لاین استایل هم جداگونه مثلا تغییر بدم. مثلا میام واسه این مدل دوم میام مینویسم لاین استایل و هچی حد نقطه مثلا بسن. خب این هم بهش دیگه چی کار میتونم با این انجام بدم؟ زخامت خط خودش گفته دیفالت هم نیمه. ببینیم لنگ واید چی کار میکنم اینجا و هم میذاریم لاین واید مثلا من میدم 2. اینا رو به صورت عدد باید بدید بخشید 2 بینشه. خب نکنید زخامتش بیشتر شد، مثلا هم بدم 14 نازوکتر شد. داره این زیاد واضح نیست، مثلا هم بدم 1.5. ببینید اینطوری شد. حالا من میخوام دو تا نمودار دارم دیگه، میخوام بگم هر کدوم از این نمودارا چیه، میخوام یه جوری برچسب گذاری کنم نمودارامو. دستور لژند این کار رو واسه من میکنه، برچسب گذاری واسه من انجام میده و خب دو تا نمودار داشتم دیگه، پس بنابراین باید دو تا بذارم اینطوری. نمودار اولم چی بود؟ نمودار اولم ایگرگ مساوی سینوس ایکس بود. این ترتیبی رسم نمودار بالاتون اینجا باید به ترتیب اینا بنویسید. خب نمودار دومم چی بود؟ نمودار دومم ایگرگ مساوی ای به نما ایکس بود. درسته؟ اصل کار ببینیم چی میشه. ببینید اومد یه برچسب گذاشت اینجا به این شکل. خب حالا من میخوام این پلات همو جای دیگه استفاده کنم، میخوام ببرمش مثلا توی متن گزارشم یا تو پروژم بذارمش، میخوام به هر حال اینو استفاده کنم. اینجا یه سیف داریم، سیف فیگور داریم. خب این خودش با فرمت فیگور مطلب سیف میکنه، ولی فرمت دیگه داره، فرمت خب عکس جی پی جی رسم میکنه. اگر شما میخواید بذارید داخل ورد یا لیتک استفاده کنید، تی اف اف فرمت خوبیه. مثلا من جی پی جی اسمش هم مثلا میذارم اف یک، سیوش میکنم. خب میریم اینجا
بیستومین بود F1. ببینید نمودار رو واسه هم آورد، همون چیزی که رست کرده بود اونور بیرون، به صورت فایل JPG دارمش، میتونم ببرم جای مختلف استفاده کنم. اگر تنظیمات دیگه هم بخوام رو نمودارم انجام بدم، تمام این تنظیمات اینجا هستش. شما میتونید به سادگی وارد هلپ بشید، سرچ کنید پلاتو و کارهایی که میتونید با پلات انجام بدید و ببینید چی هست، چه آپشنهایی بهتون داده و بیارید استفاده کنید. من صرفا نشون دادم که این کارا رو میشه انجام داد، چه کاری هستش، چه آپشنایی داره. تقریبا تمام آپشنایی که بود و نشون دادم، شما از همینا به سادگی میتونید استفاده کنید و مثلا پلاتاتون رو رسم کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً دکمه لایک رو فشار بدید و حتما سوالات و نظراتتون رو برای من توی کامنت ها بنویسید. اگر دوست دارید ویدیوهای بیشتری در زمینه آموزش های مهندسی از کانال ما ببینید، لطفا دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و زنگوله هم بزنید که اگه ویدیو جدیدی گذاشتیم خبرتون کنم. خدا نگهدار.